حمیدرضا کاظمی عضو مجلس نمایندگان ایران روز یکشنبه 21 خرداد با اشاره به اتمام کار کمیته حقیقتیاب مسمومیت دانش آموزان گفت گزارش نهایی کمیته به رئیس مجلس برای قرائت در صحنه علنی ارسال شده است. کاظمی شیطنت دانش آموزان را در استفاده از بمب‌های بدبو عامل اصلی مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از این نماینده مجلس نوشت با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه مشخص شد در موضوع بدحالی و مسمومیت دانش آموزان عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود دارد دست به این کار زدند. همچنین برخی با هدف به تعطیلی کشاندن مدارس و عده‌ای به دنبال اقدام کار کودکانه در زمینه مسمومیت دانش آموزان فعالیت کردند. و همچنین گفته در ادامه بررسی‌ها مشخص شد افرادی نیز پشت صحنه بخشی از مسمومیت دانش آموزان بودند که پس از شناسایی توسط دستگاه امنیتی دستگیر شدند. مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس به ویژه در مدارس دخترانه ایران از 9 آذر 1401 از شهر قم آغاز شد و دامنه آن به ده‌ها شهر دیگر در سراسر ایران کشیده شد. یک عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس 15 اسفند گذشته گفت بر اساس آمار ارائه شده تا 14 اسفند 25 استان با موضوع مسمومیت روبرو بودند. او همچنین تأکید کرد بیش از 5000 دانش آموز در 230 مدرسه در شهرهای مختلف کشور مسموم شدند. سید احمد شمس فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. خدا و سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما و عزیزان بیننده هستم. بله، زنده باشید. آیا گزارش کمیته حقیقتیاب توانسته به صورت همه جانبه عوامل اصلی مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران را شناسایی کنه؟ ببینید، مجلسی که امروز داره این گزارش رو ارائه میده مجلسی است که از اراده ملت تشکیل نشده، مجلسی است که با نظارت استصوابی شورای نگهبان تشکیل شده و قطعا از این مجلس نمیتوانیم انتظار حقیقت رو داشته باشیم. به نوعی شاید اینو عرض بکنم، این گزارش مجلس تکرار بیانیه سرتاپا کذب و توجیه جنایت وزارت اطلاعات بود در رابطه با بدحالی دانش آموزان. اگر یادتون باشه چندی پیش وزارت اطلاعات هم بیانیه ای صادر کرد و دقیقا به همین نکته ها اشاره کرد، تمارز رو به عنوان یکی از عوامل اثبات شده معرفی کرد، بررسی انگیزه های تمارز رو هم بازیگوشی، فرار از درس و امتحان و در پاره از موارد ایجاد التهاب و اختشاش ذکر کرد. به نوعی این مجلس آمده همون بیانیه وزارت اطلاعات رو که توجیه این جنایت بوده تکرار کرده. مجلسی که با نظارت استصوابی تشکیل میشه، در غیاب رقبای جدی تشکیل میشه. ما نمونه این که مجلس قاعدتاً فرمانبر حاکمیت هست رو در این دوره به کرات مشاهده کردیم. اولین موردش اگه یادتون باشه در انتخابات هیئت رئیسه مجلس بود، با اینکه آقای قالیباف خودش بیش از 40 نفر یار و همراه نداشت و تا شب قبل از انتخابات هیئت رئیسه همگی برآوردشون بر این بود که رقبای قدری در کنار ایشون قرار خواهند گرفت و ریاست مجلس به ایشون نخواهد رسید. در کمال تعجب میبینیم فردا صبح در صندوق رأی 240 رأی به نام آقای قالیباف ثبت میشه. مجلسی که نماینده‌هاش با نظارت استصوابی انتخاب میشوند، نهادهای امنیتی در تایید صلاحیت اون نقش دارند، قطعا گزارشش و عرض به خدمت شما پیگیری‌هاش چیزی جز تکرار دستگاه‌های امنیتی نخواهد بود و ما انتظاری از این هم نمیتوانستیم از این مجلس فرمایشی و دستچین داشته باشیم.
بله جناب شمس، با توجه به تأخیر چند ماهه نتایج بررسی و عدم مجازات عاملان مسمومیت ها، تا چه حد نگرانی از تکرار آن وجود دارد؟ قطعا نگرانی وجود داره با توجه به اینکه هیچ اراده ای برای اینکه مقابله با این جنایت صورت بگیره وجود نداشت. اگر یادتون باشه برای اولین بار رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این حادثه موضع میگیره و برخلاف همه حوادث دیگه که اونها رو به استکبار جهانی و عوامل سرویس های جاسوسی و اینها نسبت میده، این ماجرا رو به داخل نسبت میده و میگه یک سری از افرادی که دارن جنایت میکنن دستگیر باید بشن و حتی اگر هم دستگیر شدن عفی در کار نخواهد بود. در عین حال میبینیم چند روز بعد معاون امنیتی وزارت کشور میاد دوباره همین حرف ها رو تکرار میکنه که شیطنت های دانش آموزها بوده، البته یه تعدادی از نیروهای دلسوز و انقلابی در این ماجرا کج سلیقگی کردن، نقش داشتن، دستگیر شدن، توجیه شدن و آزاد شدن. یعنی برخلاف اون ادعای رهبر جمهوری اسلامی که میگه اینها باید دستگیر بشن، به اشد مجازات برسند و عفوی هم در کار نخواهد بود، متاسفانه رویه حاکمیت این نبوده. تا آنجایی که شما تو فضای مجازی هم اگر ملاحظه فرمودید، کار به یک جایی رسید که مادر و پدر این دانش آموزا احساس کردند که خودشون باید از فرزندان خودشون حمایت بکنن. حاکمیتی که مدعی دوربینهای مجهز به همراه داره و میتواند به راحتی عوامل پشت پرده بسیاری از جریانات رو به دست بیاره و پیدا بکنه، شما ببینید علارغم اینکه در تقریبا بسیاری از شهرهای کشور ما شاهد این جنایت بودیم، اما یک مورد هم عامل شناسایی نمیشه یا حداقل به مردم معرفی نمیشه. خود مادرهای دانش آموزا و پدرهای دانش آموزا میان صندلی میگذارن جلوی مدارس و کشیک میدن تا جان فرزندان خودشون رو حفظ بکنن. من احتمال اینکه مجددا متاسفانه این جریان تکرار بشه رو زیاد میدونم. بله، در گزارش به صورت مشخص از گروه خاصی نام برده نشده. آیا پشت صحنه دلایل سیاسی دخیل بوده؟ ببینید، یک جناب آقای عرفان ثابتی یک سری رشته توییت هایی رو آورده و ما یک سابقه تاریخی هم داریم که یک مقداری برخی از تحلیلگران از آنشون به این سمت میره. در چند سال گذشته ما یک حادثه ای رو در حدود 10-15 سال گذشته حادثه مشابهی رو در چچن سراغ داریم. یک خانم خبرنگاری به نام آنا پولیتکوفسکایا که اصالتا روسی بود ولی در نیویورک متولد شده بود، دقیقا ماجرای مشابه امروز رو گزارش میکنه که در چچن هم برای دانش آموزای دختر چنین اتفاقی میفته و بمب‌های بدبویی داره در اونجا استعمال میشه و منجر به مسمومیت اونها میشه. این گزارش وقتی منتشر میشه، اتفاقی که میفته نتیجهش قتل خانم، این خانم خبرنگار هستش. متاسفانه برخی از تحلیل ها بر این هستش که آنچه که داره امروز توسط برخی از جریان ها، حالا میخواید اسمش رو جریان های افراطی بگذاریم یا اون جریان هزارگرایی که قتل های محفلی کرمان رو هم ترتیب دادن، حکایت از آزمایش برخی از مواد شیمیایی بر روی دختران و نوجوانان معصومی هستش که داره در کشور اتفاق میفته. تحلیل این گونه هست که این اتفاقیش داره میفته، حاکمیت میخواد به مردم بفهماند که من تا این حد بیرحم هستم که اگه امروز تو یک محیط کوچک قادر به این هستم که این کار رو انجام بدهم، امکان اینکه فردا اگر شما اعتراض کنید و تو خیابونها بیایید و دوباره مثل جریان مهسا اتفاقی بیفته، مشابه این قضیه رو تو محیط بزرگتر تکرار کنم. همچنین یک پیام دیگه هم حاکمیت داره
به دنیا که سیاست النصر و بالرعب که خب میبینید موفقم بوده متاسفانه، که به دنیا هم میخواد بفهماند که من برای مهار مردم تحت حاکمیت خودم هم به دنبال این میتوانم این کار رو انجام بدم. لذا فکر براندازی به سر شما نزنه، مخالفینی رو که در داخل کشور هستند رو شما تجهیز نکنید، کمک نکنید. جدا از این دو تحلیلی که وجود داره، متاسفانه همکاری بخش امنیتی و سپاه با احتمالاً کارشناس های روس و این سلاح هایی که بیم آن میره از روسیه و چین وارد ایران شده و داره روی مردم بیگناه و نوجوانان بیگناه مدارس ما آزمایش میشه، هم میتواند به عنوان بخشی از علت این ماجرا باشه. بله قطعا با توجه به این که تصور میشه کسانی که نقش دارن در این ماجرا علارغم تأکید رهبری به هیچ وجه مورد تعقیب قرار نگرفتن، حس میشه اینا نیروهای نور چشمی نظام هستند و بنابر این نیستش که اینها مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرن. به همین لحاظ به نام اونها در این گزارش اشاره نشده. بله با تشکر از سید احمد شمس که از آنکارا با ما همراه بودند.